بینندگان گرامی، سلام های خود خدمت یک و یک شما تقدیم میکنیم. خواستیم آخری برنامه امسال، البته سال خود ما را، سال اجدی شمسی خود، از امی منطقه شروع کنیم. یخ است، قسمی که ببینین یخ بندان است، اما اگه هفته آینده بیاییم هوای زیبای بهاری یخاره باز میکنه و پرنده های خوشخوان از هر گوشه و کنار به اینجا جمع میشن و سرود بهاری سر میتن. امیدوار هستم که هنمتو که ما اینجا در آرزوی بهار نشستیم، بهار وطن ما بهار پر از خوشی و سعادت باشه، بهار باشه که امنیت سرتاسری در کشور ما تامین شوه، بهار همدیگر پذیری باشه، بهار برادری باشه، بهار یکرنگی و وحدت باشه، بهار باشه که برتری تروی از خاک ما را گم کنه، بهار باشه که برادر خرد و کلان گلی میشه از سرزمین ما با کلی بچینه و دور بیندازه، بهار یکرنگی باشه، بهار باشه که همگی خود شهروند اونم خاک احساس کنیم بدون تفاوت. بدای گرامی، نوروز شما مبارک، ار روز شما نوروز. امیدوارم برنامه ای که ما برای شما تهیه کردیم مورد پسند شما قرار بگیره، برنامه خاص نوروزی تلویزیون جهانی امید 24. هر کجایی که باشین شاد باشین، ار روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. گاه گاه سوی چشمان من ببین، قصه عشق از چشمان من بچین. سلام وطنداران عزیز، باز سال نو رسید. سال نو بر شما تبریک میگم، سال پر از عشق و محبت براتون آرزو دارم و آهنگای ما را از طریق چینل امید 24 فراموش نکنین. با عرض سلام و ادب، فضل حکیمی هستم. خواستم سال نوی که در پیش رو هست و نوروزی که در پیش رو هست از طریق تلویزیون امید 24 برای تک تک شما عزیزان تبریک بگویم. آرزو دارم که یک سال پر از صفا و صمیمیت و زیبایی را در پیش رو داشته باشم و یک صلح سرتاسری در کشورم برآورده شود. در ضمن خواستم به این جوان زیبا و خوش قیافه و خوش برخورد، تلویزیونی که امید 24 نام دارد از شهر زیبای تورنتو برودکاست میشه یا نشر میشد، برایشان تبریک میگم و موفقیت های بیشتری برایشان آرزو میکنم. مطمئن هستم که بزرگوار خالص در عقب از این پروسه، در عقب از این تلویزیون وجود داره که بدلی از اینکه اینا حمایتگر خوبی از این تلویزیون است، برای از اونا و به امید جان باز هم تبریک میگم. آرزو دارم که تلویزیون تمام ریکاردهای تلویزیون های افغانستان بشکنانه. انشالله آرزو هم دارم، موفق هستم. شکر بسیار زیاد قربان جانم. اینان های عزیز و هموطن های عزیز، سلام و احترامات خود در خدمت شو هر کدام شما تقدیم میکنم. سال نو تبریک میگم. انشالله که سال خوب و خوش و با سلامتی و دوست عزیز، عرض ارادت و سلام دارم. ما امی لحظه با کی هستم؟ نشینیدم. خب ما براتون نقل میدم. امید 24. همیشه با امید 24 باشین. یگانه شبکه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری در کمیونیتی ما، بدور از هر نوع تعصب، بدور از هر نوع تبعیض. البته که امید 24 یکی از رسانه های برجسته و نهایت به نظر ما قابل احترام و دیدن است. شما امی لحظه مرا از امید 24 تماشا میکنین.
میفهمید چرا لباس ما تغییر داره؟ بخاطر ازی که هر ثانیه، هر قدم، هر لحظه، هر گری، به اصطلاح بسیار عامیانه، هر گری بوی بهار با مشاوله رسه و ما در پالوی امید جان نازنین هستم. نام خدا قد بسیار مقبول داره که ما مرچی که پایم هم بلند میکنم از اینکه پخش مانو میشم برا، ولی افتخار از ایره دارم که امروز تا دیروز در کمیونیتی ما یک رادیو نبود، یعنی یک رادیوی که شنواری باشه، ولی امروز ما رسانه های تصویری و ویدیویی داریم که بسا جای افتخار است. هر کدامش برای ما جای مسرت و افتخار است که از جمله در رأس موضوعات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی یکی از ژورنالیست‌های بسیار سابقه دار کشور و یکی از رسالتمندان جامعه ما شما نصیر جان خالد است که ما سخت به خودش، به خانوادهش، به خانمش، به اولادش احترام دارم. با همه کمبودی ها، با همه کاستی ها، با همه نابسامانی ها، اما خاموش نشسته، ننشسته، ببخشید، خاموش ننشسته و حرکت کرده، جنبیده. قلبش نه به خاطر تاجک، نه به خاطر ازبک، نه به خاطر پشتون، نه به خاطر ایماق، نورستانی، بلوچ، هندو و و غیره، ایماق و پامیری یا هر کسی که شما در نظر دارید، نه تپیده. قلبش برای ملت تپیده. ما برای شما مبارکباد میگم. سال نو، بهار نو، در کنار خانواده نجیب و شریفتان هر لحظه بهار تجربه بکنید، هر لحظه بهار بگوید ویلکم، I love بهار. بهار یعنی عشق، بهار یعنی صفا، بهار یعنی اخوت، بهار یعنی برادری، بهار یعنی ادب. میگه با ادب باش، با ادب باش که سرمشق جوانان ادب است. ما بهار مؤدبانه میپذیریم، بهار عزیز و عاشقانه خدا خوش آمدید میگیم. نوروز بر همه مبارک و باز هم با امید 24 باشین. یگانه شبکه از شما و در خدمت شما. امید جان نازنین، شکر بسیار. الله بیم. امید جان، گرچه که نسلی نیست که در افغانستان تولد شده باشه، بزرگ شده باشه، اما یکی از خوشبختی های امید جان که من میبینم این است که در خانواده بسیار پر چیز فهم تولد، بزرگ و تربیه شده. ما بسا یعنی جای افتخار میدانم که همچون جوانای ما در بیرون از مرز رسالتمندانه رسالت خود را در برابر مردم، جامعه، اجتماع، هم از لحاظ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری ادا میکنه. I love you man. I love you too. It looks good. I love you so much. و چون ما از این تلویزیون اولین بار ظاهر میشم، دفعه اولی که ما خواستم در این تلویزیون ظاهر شم در امریکا بودم، ویرجینیا. امشب این تلویزیون را برای آقای نصیر خالد، برای خانوادهش، برای کمیونیتی افغانا تبریک میگم. دوستان دارم، همیشه هر جایی که باشین با عزت باشین، خوش و آرام باشین. این شعر ما مختص، مختص و مشخص خدمت شادکام سبس و استاد الطاف سعید. میکنم من غلط، میکنه جانان غلط، میکنم من غلط، هم میکنه جانان صحبا شده سفرالا، میشود قرآن غلط. نمک بدیده ما، نمک بدیده ما،
شعر فکر ریخت است، تو را که فهم سخن نیست خواب راحت کن. عالم گرفتاری عالم گرفتاری خوش تسلسلی دارد، بابا دیل بربا
گرامی با عرض سلام و حرمت و احترام عبدالله نوابیسم از شهر تورنتو خدمت فرد فرد شما ارادت و سلام تقدیم بدارم. ماه خوشی ای است که طی ماهای اخیر تلویزیون امید که سابق 24 دری فارسی بود آله و با نام امید جان فعالیتشان را با مدیریت نصیر جان خالد پدر امیدی عزیز آغاز کردن که این مایه مسرت در اجتماع کثیر افغانای ما در شهر تورنتو و خاصتا در سراسر کانادا هم گفته میتونیم و تا فرصت ای در اختیار است که از طریق از تلویزیون که برنامه های بسیار وزینی را روی دست دارن و کارهای شایسته را در برابر در بخاطر سرگرمی هرچی بیشتر شما هموطنهای گرامی و عزیز قدر که در سراسر دنیا بیننده تلویزیون خواهد بودین آرزومندی از این را دارم. از یک طرف که این تلویزیون تحت مدیریت نصیر جان خالد و همکاری های ورزشکار بسیار خوب از اینکه جوان بسیار مستعد هستند و والیبال بسیار خوب میکنند نه تنها این برادر عزیزشان همچنان تحت نظر اینها امید است که این تلویزیون کارهای بسیار ارزشمند برای اجتماع افغانای عزیز ما در سراسر دنیا داشته باشند و امشب فرصت از این در اختیار است که حلول سال نو را پرمیمنت برای فرد فرد هموطنهای عزیز خود امید و تمنا بدارم و او غمها و آلامی که دامنگیر هموطنهای گران قدر ما در داخل وطن است امید است که این غمها و شادمانیها و سرور صحت و سلامتی به انجام و همسایه های شرور ما به حساب دست از این آزار و اذیت و هراس افغانی به حساب بردارن و در فضای صلح و امنیت و آرامش
وطن عزیز ما را با ملت بلا کشیده ما فرصت دیده بتن که به شادمانی برسن و خوشی ها و سلامتی از آن اونا باشن. از توجه فرد فرد شما سپاس و تشکر و از امید عزیز همچنان تشکر میکنیم. خداوند شما را موفق بداره با تحت نظر پدر جانتان نصیر جان خالد که کارهای عظیمتر تر و بارشتر را برای هموطن ما انجام بدیم. تشکر. در یک مقطع از زمان که بعد از اون ای آهنگ خواندم امی نزدیکترین دوستان رو چون من از هر قماش دوست عزیز داشتیم برای صاحب اگر رو فرم میکنم خلقی بوده هم به نیست دوست خود قبولش کردیم اگر پرشمیان بوده قبول کردیم با همه به صاحب من با پاکی دل خود حرکت کدشان داشتیم بدون از اینکه آیدی های از اونها رو من خونده باشم ولی که نمی رفت و آمد و نشست و برخواست و در لیسی اگویه بودیم و تعداد از دوست ها و آشناها که به حساب واسطه می آمدن که فلانی شاگرد از کامیاب سال فلانی شد و هر بار از پانتون پنج نفر شش نفر می آمدن باز یک چای خودم می خوردن پس می رفتن ای خود در پیش دروازه لیسی امیبیه یاد داشت می شد که بیادر پیش نوابی شش نفر از پانتون آمد و شش نفر از وزارت فلانی فامیل رو که ولن گفتن که ولی تنظیمده عدلی همیست هیچ بین کسایی که نزدیکترین کسا بوده میگوز بله مثل که نوابی پرچمی شده یا ایست که خلقیست یا هرچی باشه و بیادر اولیات خدا امی شما که من رو بشناسی امی گفه نزید نگه دگرهایی که نمشناسن بگرم بگرم دیگه من در فکر نزید بودم یک چیز بخونم که امی جوابوی امی گفت شما یک سند بدان امرای زلبرجان باباکویی که یادشان بخیر در تورانتوس در کتابخانه رادیو رفتیم کار داشت و من جایی که در کتابخانه برم اول در بخش شیریش میرم دیوان شعرها را واز میکنم من کدام شعری بطر به دل خود پیدا کنم دیوان طالب آمیدی را امی واز کنم صفحه اول دوم که امی غزل سر خودم پاکم زگونه ناقم آلوده مخانید مشکم و خیال غلطم دیده مخانید در روی به دیوار خدا آوردم از غم دیوار مرا کاه گلم دوده مخانید بگذشت ده آشوب جنون کار من از پن بر من ورق موعظه بیهوده مخانید آسوده بود ترجمه مرد عزیزان خانید مرا مرده و آسوده مخانید اولین روز مردم امی تعداد اگه شدیدن میگه وده ای بینیم با اون بیسم هم خانده گفتیم من به امی ادم خانده بودم خانم و اجازه تا ما به خانده نگو که ز گناه ناکم
نکته همه تشکر بازم معذرت میخوایم از اینکه گیریش گلون و صدای مکدودی زیاد است با بزرگواری شما. بینای گرامی سلام تقدیم میکنم. سال نو است و خوشحال هستیم که در اولین برنامه سال نو خود ما یعنی سال نو 1396 میشه گمانم، ما مهمانی بسیار عزیزی داریم، مهمانی که میتونیم به بسیار افتخار بگوییم که یکی از افتخارات واقعی موسیقی افغانستان هستن. مهمان گرامی که نه تنها افتخار آفرین در کشور ما بودن بلکه در کشورهای دیگه که حتی مانند هندوستان که اونجا میفتن که مهد موسیقی است در اونجا هم تانستن افتخارات بس بزرگی را کمایی کنن. بله، استاد الطاف حسین سراهنگ. بینای گرامی سال نو است و ما سال نو امشب در استیدوی ایلیار جان ساحل جمع شدیم، همگی جمع شدیم تا مشترکن در کنار هم با یک صدا به نوروز امسال سلام بگوییم و نوروز برای شما تبریک بگوییم و مشترکن بگوییم که عروزتان نوروز و نوروزتان پیروز. استاد بسیار زیاد خوش آمدین با تلویزیون برادرزاده تان، با تلویزیون جهانی امید جان، یعنی تلویزیون امید 24. لطف کردین شما و ما یعنی احساس بسیار خوشی میکنم که اولا که تلویزیون برادرزاده و ما دو اشتراک کردیم و نصیر جان شما خودتان شخصیت معرفی شده هستین، آدم هنری و یعنی که همه با شما آشنایی داره. خب این موقع برای ما مساعد شد که البته ما اولا سلام علیکم به مردم و به ملت نجیب افغانستان، به مردم افغانستان، چی در افغانستان چی در خارج افغانستان، که ما هم یکی از خدمتگزارای این وطن، از این خاک، از مردم خود هستیم. و البته تبریک سال نو، نوروز مبارک برشم. ما از طریق خود، از دل خود، از دماغ خود، از روح خود برشان تقدیم میکنم و البته یک بیت بسیار خوب به فکر ما آمد که ما برتان بگویم که برتان، البته یک بیت از حضرت ابوالمانی بیدر رحمت الله علیه است، میگه بهار نامه یاران رفته میارد. به 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 بهار نامه یاران رفته میارد، گلی که باکن از آغوش در برش گیرید. به امروزی گل های که از که آغوش باز کردن این را بگه چرا؟ این بهار است که نامه یاران گذشته را آورده و در پولی از شادی که من براتان ارز کنم، البته تأثیر و غم ما مردم هم شریک است در اینجا و این حادث هایی که فرزند در وطن ما در خصوصا در اواخر در چند روز اتفاق افتید که شفاخانه فرزند چیز سردار داوودخان و به تیمنی یا کجا نفهم بانی. و یادسه های که رخ داد و قدر شهدایی که دیجه جان به حق شدن و مردم بیگناه و مردم واقعا که این مردم تقصیر ندارن و کشتام همی کسایی میشن که اونا بیگناه هستن. ما دیگه نیمان بیگناهگارا چرا نمیشن دیگه. به او خاطر خداوند اللهی لطف کنه که امی البته خداوند این غم اندوره برای فامیلایشان از طریق شما و ما برای فامیلای شهدا، برای فامیلای کسایی که جان خود میتن و دادن و اینا واقعا شهید هستند در افغانستان ما را برای خاک و وطن و اینا این شهادت نصیبشان شد. البته ما از ته دل برشان تسلیت و تهنیت میگم. خب استاد از گذشته یاد کردن. بینده گرامی کارو سالهای قبل اصل شعر فراموشم شده، میگفت که واه که سر تا سر این ملک ستم دیده زار، نفس نیز دهد مجدز ایام بهار، کی فلک دیده به خود فصل خزان بعد خزان. واقعا تحلیلی که استاد کردن
یک هنرمند بیانگر دردهای مردم است، خواستهای مردم است. هنرمند کسی است که در خوشی و شادی و غم ملت خود همیشه شریک می باشه. تحلیلی که استاد کردن واقعا یک تحلیلی بود از دردهای جامعه و با امی دردها باز هم سال نو با امید از اینکه سال آرامش و سال خوشی و سال پر از سعادت باشد تبریک گفتن. و ما هم امیدوار هستیم که سالی را که در پیش رو داریم سال آرامش باشه، سال برقراری امنیت باشه. استاد یک چون سال نوست سوال ها معمولا در سال مصاحبه ها تکراری سو از کجا شروع کردین، در کجا بودین، چی سن شروع کردین، ولی ما میخواییم که شما یک خاطره از نوروز داشته باشین. بعد از او ما براتون یک خاطره از استاد بزرگوار ما را در آخرین لحظات زندگیشون در شفاخانه میگم. واقعا شما یک خاطره از نوروزهای گذشته بگوین، بعد از او نوبت من. البته که براتون خالد جان عرض کنم که خب یک نوروز نیست، امی قدر بهار عمر ما گذشت، گل به خزان رسیده دیگه، هر سالش بر من خاطر است. در خاطری مشخص نیست، هر سالش. اول خاطری بسیار خوب من این بود که ما در وطن بودیم، داغوش وطن بودیم، در دامان مادر وطن بودیم، و ای که ما در کجا هستیم چی میکنیم، هر کس که در جای است خودش میفهمه. تکلیف هم احساس با شما رو بام پیدا داره حتما دیگه. ما کلش برمه خاطر است و خاطرهای بسیار، یکی از خاطرهای بسیار خوبه که البته خب برمه چیز است که ما با البته با استاد بزرگوار خود، با پدر بزرگ ما که از مره پیر استاد و همه چیز من، استاد سیف سراهنگ سید بزرگ دیگه، به یک نوروز ما البته دعوت به دعوت شاه افغانستان آل از زای شاه بدیم به نغلو. بله روز نوروز تجدید میشه و ایمیجا بود که ما دیگه نو با موسیقی حضر ما به حضور پادشاه میخوندم و مورد لطف و مرحمت از اونا قرار گرفتم و شاه در موسیقی میفهمید و امروز برای ما گفت که تو راگه چیز بخوان، راگه یک راگه به نام بهار، خود راگه هم راگ بهاره یاد داری؟ گفتم بله. خب من راگ بهاره بخوام، راگ بهاره ما خواندم این کنان به خاطر است. یک زمزمه کنین راگ بهاره استاد؟ والله دیگه فعلا نه خب این حال ما یک خاطره از شما میگم. بینای گرامی، روز است که ما هم به رادیو تلویزیون ملی افغانستان هستم. اول یک خاطری از استاد الطاف حسین بر شما میگم که چی بزرگواره بزرگوارانه حاضر شدن در مقابل کامرهای تلویزیون در اون زمان و حرف را بیان کردن. شاید یاد استاد باشه، شاید نباشه، مگر من شب بر شما میگم. پیش از اون ما وقتی که رفتیم از طریق تلویزیون به شفاخانه که استاد بزرگوار ما سرتاج موسیقی، بابای موسیقی، افتخار موسیقی افغانستان آخرین لحظات زندگی خود سپری میکردن، مصاحبه با اونا صورت گرفت. از استاد سوال شد که استاد به چی میهندیشی؟ عشق از چشمان استاد بزرگوار ما فرو ریخت از چشمانشان. خبرنگار سوال کرد که استاد از مرگ میترسین؟ او بزرگوار با لبخند جواب داد که نیم از مرگ نمیترسم. خیلی پس چرا گریه میکنی؟ گفت گریه من به خاطر عزیز که من یک عمر در افغانستان و در هند و اینجا رفتم که موسیقی بیاموزم، اما در آخرین لحظات زندگیم عشق به این میرزم که من نتانستم موسیقی بیاموزم. استاد سراهنگی حرف میزنن بینده گرم. البته ما به اجازه شما حرف شما بسیار مراورد سبه یک احساس که باید ما بگیم. حالا شما بینید که استاد سب سراهنگ سرتاج موسیقی، بابای موسیقی، یعنی کسی که واقعا کل بر ما آفتاب است، معلوم است. آله استاد صاحب همون روزی که شما میگین شما تشریف داشتیم بله. من بودم که استاد فرمودن که گفتن که من اینقدر نام و اینقدر شهرت و اینقدر چیزایی که من پیدا کردم در موسیقی و این نام و این عزت، این القابای مختلف، این میدالها، این کپها، اما این حال من در وجود خود استعداد نو پیدا شده که من باید من بیاموزم. وقتی که استعداد پیدا کردم آله وقتی است که برای من عمرم اجازه نمید و این ببینید که یعنی چقدر خیلی دوم قضی که آدم داخل میشه که چقدر بزرگ گپ است. و بیندوی گرامی،
فردای روز جنازه ما رفتیم به مکرویان. هیچ یادم نمیره. شاید شما فیلمش دیده باشین بیدگروی. مدال هایی که جناب استاد صاحب داشتن، تلویزیون ملی و دولت افغانستان از استاد الطاف حسین تقاضا کردن که ما ایره میخریم. و من خوب یادم است که بسیار قیمت گزافه گفتن، ولی استاد الطاف حسین گفتن که این سرمایه معنویست، ایره به مادیات ما برابر نمیکنم. و یکی از بزرگترین افتخارات استاد الطاف حسین. استاد ما صحبت بیشتری نمیکنیم. من البته یک لذر من بسیار منتظر ازی بودم آقای خالق که این موضوع مطرح شد. غیر از این خب نوروز مبارک باشه و ما میخواستیم سر ازی باید من که شما خاص یک گفتگو یک مصاحبه داشته باشیم. میفهم. این همین موضوع رو که شما گفتین میتونید در پروگرام یا در پروگرام آینده ای را میتونید. امیان هم میتونیم. یعنی گفتم نه میتونید در پروگرام نوروز یا غیر نوروز میتونید که شما امی پروگرامی گفتگوهای ما را به نشر برسانید. امی فرمودی شما که نامدن موزیم استاد سراهنگ که در از وقت کمیته مرکزی وقت و زمان خو یک گروپ و یک فزان آمدن دو جا بعضی کسا از رادیو تلویزیون بودن و بعضی کسا از اونجا بودن. این آمدن و خو اول فرمودی شما قیمت گذاری کردن. ما گفتم این دوکان بنیا و بقال نیست که شما قیمت گذاری میکنید سر اسناد استاد. خو همه چیزا را گفتن که ما به این قیمت ما میتونیم که یارو بگیریم ما موزیم بسازیم. ما گفتم والا مشکل است، من خودم حاضر هستم که این بر مردم بر ملت افغانستان گذاشته شوه یا برای دی که نسل های آینده یادم است این را باید ببینه. خو این بین ما یک فزان و تفاهم رسیدیم که کار میشه. اول جای بسیار محفوظ باید باشه. بازنا گرفتن سب همه جای جو کردن و تیار کردن و ویترینا ساختن و اتحادیه هنرمندا سر که 15 و یک بار کرد که اصلا جای نگذاشت یک چیز با ارزش نبود. اوجا دیگه ای تمام مدال های استاد، ای جواهر نشان جایزا، ای کپای طلا و نقره، حتی او چپنه که به فستیوال سمرقند بر استاد از شای بخارا رو پوشانده بودن، از امیر بخارا یک چپن بسیار گفتم من مادی هم معنوی بسیار با ارزش است که از طرف رئیس جمهور تاجیکستان به جان استاد آورده میجانه به پوشانده. و این چیزا را اینا بردن و بلا بترین ساختن و باز آمدن در خانه ما که دیگه کتابخانه است، کتابا رو بردن، باز هم عینک استاد عینک هم بردن، باز هم گفتن کدام چیز دیگه مانده. من البته خیلی خنده نکنین گفت من گفتم والا یکی والده صاحب من است، یکی خانم هم، یکی دو به اولادم، اگر بر از اونا میتونین میسازین خیلی هم رام ببرین دیگه، باقی در خانه ما چیز نمانده. دیگه اینا بردن و باور میکنین با تاسف که این اتنی سنا بود شده. بس ازارها قطع عکس استاد این میدال ها ایسه همه چیز و مردم از من بعض وقت پرسان میکنن چی شد و ما ایره اهدا کردم بر وطن، بر مردم، بر ملت، نه دولت. گفتم ما اهدا میکنم که به خبرهای اخبار فارسی و پشتو و انگلیسی رادیو تلویزیون نشر شد که ما اهدا، ما الان اهدا یعنی بخشش. بله دقیقا ما بدون کدام پاداش از شما ما بخشش کردم به ملت. و در پولیش خواستای ما بود که مزار استاد آباد شوه که در کابل است فعلا، که در استادم فعلا در خاک ترکیه دفن است. همین سفارت که همین جای مقبره ای از سفارت ترکیه است، ولی ترکیه دورش دیوال آینی کرده و قلفا منداخته بیرق خود ترکیه هم در سرش است. من میره گفتم استاد باید از آزاد خلاص کنیم که در ملک خود مهاجر است. همین استاد در زندگی بعد از فوت مهاجر شده دیگه، شما هیچ کس صدا مرا نشنید. بار اول به وزیر کلتور به همه مقامات که من در کابل رسیدم گفتم که همین اسناد استاد همین چیزها افتخار چی شدی؟ تابال کس بر ما نمیگه چی شد و ایت طوری را همطور نابود ساختنش که من هیچ دلیلش نفهمم. بنده گرامی روح استاد بزرگوار ما افتخار موسیقی افغانستان شاد باد. لایم به حساب خاطره کوچک میگم وقتی که ما داخل کوچه خرابات شدیم امروز، خب یادم است اگر هزار خانه است در کوچه خرابات، هزار خانه به یک بار آهنگ جان خرابات گذاشت، شهر کابل به شور آمده بود، شهر کابل به یک عزادار بود، واقعا روز بسیار تاریخی در تاریخ افغانستان ثبت شد. ولی حداقل امید ما بر اصطلاح از بین نرفت. استاد از خود توفیه به جا گذاشت برای هنر دوستان و هنرمندان افغانستان که استاد الطاف حسین بودن. واقعا استاد الطاف حسین هم بعد از پدر کارهای بسیار بزرگی در موسیقی انجام دادن،
القاب بسیار فراوانی را گرفتن، مدال های بسیار فراوانی را گرفتن و خودشان امروز استاد بزرگ موسیقی در تاریخ کشور ما و در کشورهایی که استاد معرفی هستند. استاد من بسیار خوشحال شدم که در حوالین روز سال 1396 امسال بزرگواری را با خود داشتیم. البته به اجازه میرم که استاد فرزن گفتین که خب من شاگرد اولاد هستم، اما تنها استاد مرا توفه نماند، استاد بسا توفه ها دیجا مند. کیست که شاگرد استاد از اهل خرابات تا مناجات؟ دقیقا کلگی شاگرد های استاد سراهنگ هست، آهنگ آهنگ تخلص هایشان هست، شاگرد های استاد سراهنگ هست، چی هم آهنگ باشد، چی الفتا آهنگ باشد، چی شب آهنگ باشد، چی نفان فلانی باشد، کل شاگرد های استاد و از من هست که پیش ما یاد گرفتن، پیش استاد سر یاد گرفتن. دیگه به اون خاطر من این چیزا رو براتون گویم که بسیار به البته خب بعدا ما میخوایم در این مورد که شما یک صحبت حتما در باشه. استاد امشب برای بیننده های گرامی ما بله کدام آهنگ خاصی داریم؟ ما ببینم اگر تو موند خوب بود و ما تانستم یعنی برای بیننده ها کدام چیز داشته باشم خب انشالله شاید امکان داره. بیننده گرامی برنامه ما ادامه داره، با استاد یک جا میگیم که هر روزتان نوروز. Oh, 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 oh.
سلام بیننده گرامی، شما بیننده تلویزیون جهانی امید 24 هستین که از تورنتو نشرات میکنه. اگر علاقمند هستین مطالب و داشته های علمی و فرهنگی و هنری شما از طریق تلویزیون جهانی امید 24 نشر شوه، لطفاً با ما تماس بگیرین. آدرس شماره تلفن و ایمیل آدرس ما را شما در پایان تلویزیون میبینین. همچنین فراموش نکنین بهترین مرجع تبلیغات برای اعلانات تجارتی شما فقط تلویزیون جهانی امید 24. و یادتان باشه با ما باشین تا همه یک جا باشیم.